با شکریه برادوسک، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن همراه میشیم. خانم برادوسک، گروه های هشت شعبی و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی خب به شدت نتایج انتخابات رو رد کردن. این موضع‌گیری چه تأثیری در آینده سیاسی عراق خواهد گذاشت؟ ببینید، در سال از روزی که انتخابات در این کشور صورت گرفت، در عراق صورت گرفت، بعد از سقوط صدام از سال 2005 ما اولین انتخابات داشتیم. این اولین انتخابات شفاف این کشوره، انتخاباتی که میزان تقلب و تخلفش بسیار پایینه به خاطر حالا موارد زیادی که از موارد خیلی مهمش تغییر سیستم رای گیری که بیشتر الکترونی بوده و همین که ناظران بین المللی با شدت بیشتری این انتخابات رو رصد کردند. در نتیجه اینکه رد کردن این نتایج برمیگرده به ضعف گروهایی هستن که بازنده این انتخابات بودن، که این گروه هم اکثریاً گروه های شیعه هستن که تا حدودی میبینیم که کردها راضی هستن، چون که کرسی های کردها در این انتخابات بیشتر شده، به 61 تا 63 رسیده که قبلاً 50 خورده بودن. گروه های سنی هم راضی هستن و این تنها گروه های شیعه هستن که تنها هم نه، ولی اکثریت شیعه هستن. اینم برمیگرده به اختلافاتی که الان بین گروه های شیعه در عراق صورت گرفته و این باعث شده که گروه های مثل گروهی که هادی آمری داره سرپرستی میکنه، مثل فتح، که آرایشون به 14 تا کرسی برسه، یعنی تقریبا 34 تا کرسی رو اینا از دست دادن از آخرین انتخاباتی که 2018 صورت گرفته. و این اعتراضاتی که هست به نظر من بیشتر جنبه اینو داره که اینا میخوان یک سلب اون اطمینانی که بین انتخابات هست رو کم کنن، یا اینکه در ائتلاف‌ها یا در مذاکراتی که در آینده برای تشکیل حکومت در عراق صورت خواهد گرفت، برای اینکه بتونن امتیازاتی بگیرن و از الان این زمینه رو برای دیالوگ‌های آینده آماده کنن. ولی فراموش نکنی، به نظر من آیا این جور بگیم تهدیداتی که شده، حتی رهبر مثلا حزب الله عراق گفته، هادی آمری گفته که ما با تمام قدرت میاییم از حقوق کاندیدامون و رأی‌هایی که دادن دفاع می‌کنیم، این درسته تنش بسیار بالاست الان و تنش ممکنه به حالت بعضی فکر کنن که این حالت رو می‌کشونه به اینکه درگیری نظامی صورت بگیره، ولی به نظر من خیلی سخت ما اینو ببینیم، چون که هم ایران هم آمریکا دو تا اکثر خیلی مهم در عراق برای تصمیم گیرنده در مورد ائتلاف‌های آینده در حکومت عراق اجازه نخواهند داد چنین چیزی صورت بگیره و سعی خواهد کرد که گروه‌های شیعه رو به هم نزدیک‌تر کنه، مخصوصاً که ما دو ماه کمتر داریم به خروج آمریکا از عراق. برای همین هر تنشی بین این گروه‌ها باعث میشه که هم خروج آمریکا که مورد ساپورت ایران و این گروه‌ها هست دچار مشکل بشه، هم امنیت عراق که بازم دوباره مشکل این گروه هم هست دچار مشکل بشه. با توجه به نتایج انتخابات و وضعیت گروه‌های مسلح، جایگاه مقتدی صدر و گروه‌های سنی در آینده عراق چه خواهد بود؟ اگر کوتاه محبت بفهمید. ببینید، مقتدی صدر یکی از مشکلات الان گروه های شیعه با مقتدی صدر دارن همون برنامه مقتدی صدر برای انحلال هشت شعبیه و میگه همه قدرت، همه نیروهای نظامی باید در ارتش عراق جا بگیرن. این یکی از مشکلات اساسیه. و گروه های سنی برای اینکه اگه دماد صدر این جواب منه، ولی برای گروه های سنی چون که هر ائتلافی صورت بگیره برای آینده عراق باید با سنی ها و با کردها ائتلاف صورت بگیره و صدر تنها نمیتونه دولت رو تشکیل بده، باید گروه شیعه هم با خودش داشته باشه. و صدر با خواسته های این گروه های کرد و سنی و گروه دیگر شیعی موافقت خواهد کرد یا نه، باید اینو منتظر بود در آینده دید که خواسته های هر یک از گروه ها چطور خواهد بود و اکترهای خارجی در این اوضاع چه نقشی بازی خواهند کرد. متشکرم از شما. شکریا برادوسک، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن.